بله آهنگ بسیار زیبایی بود. بوی بهار. بله عطر بوی بهار آوردین شما. ممنونم. خیلی مناسبت داشت. بله بله. بسیار زیبا بود و من یه سوال برام پیش اومد که شما با کدوم هنرمندای عزیز همکاری داشتین تا به حال؟ بله با تعدادی از هنرمندای معروف همکاری داشتم. این آهنگ بوی بهار رو تقریبا من حدود شاید 20 سال پیش ساختم و در سفری که رفتم به لس آنجلس تلویزیون جام جهان از من دعوت کردن که بیام و این آهنگ رو بذارم که ببینن و میخواستن که این رو به صورت دست جمعی خواننده ها بخونن. البته چون خیلی نزدیک عید بود فرصت نرسید، ولی همون موقع زنگ زدن به خانم لیلا فروهر و آقای بیبیان بودن در اون زمان و گفتن که اگر آب دستت بیا بذار زمین بیا اینجا، یه هنرمندی از فرانتو اومده که میخوایم باش آشنا بشین و ایشون اومدن و گوش دادن به این آهنگ و خیلی خوششون اومد و گفتن که خب اگر فرصتی بشه که ما این رو بتونیم همه هنرمندها رو جمع کنیم، چون آهنگ دست جمعی بشه که هر کی دو خطش رو بخونه بتونیم هنرمندا رو جمع کنیم، چون نزدیک عید بود که موقعی که من رفتم لس آنجلس و گفتن که اگر که زمان فرصت پیش بیاد این رو ما پرودیوس میکنیم، ولی جمع کردن هنرمندا اتفاق نیفتاد نشد و منم برگشتم اومدم تورنتو و بالاخره مجبور شدی که خودت بخونی. همچنین خیالی نداشتم تا اینکه جدیداً دیدم که جای یه چیزی خالیه، مدت هاست که یه همچین شعری خونده نشده برای عید و نوروز و اینه که تصمیم گرفتم که خب خودم هم آهنگش رو ساختم و هم شعرش رو خودم هم میخونم و برای هموطنهای عزیزم. توی این روزا که قرنطینه بودن و افراد توی خونه بودن اکثرا من دیدم کسایی که یه هنری دارن، دستی بر هنر دارن، واقعا خوش به حالشون، یه سعادتی دارن که میتونن توی خونه یه فعالیتی بکنن، هم روحیه خودشون رو عوض بکنن، هم یه برنامه اجرا میکنن و دیگران از اون بهره میبرن. چقدر عالی، آدم هنرمند واقعا سودش به همه. سوشال میدیا بود توی ایتالیا همه تو خونن دیگه، یکی رو بالکونی ویولون میزد، یکی میزد. خیلی جالب. خیلی از هنرمندا پیانو میزدن، موسیقی که حالا کار میکردن میزدن. بهترین موقع است دیگه نویسنده بشین مریم جون، بشین کتاب بنویسیم. حالا برای ما که هیچ هنری نداریم باید بخونیم فعلا. بخونیم که مطالعه کنیم، نه اینکه آواز بس یاد نره. مجموعه کاراتون رو به چه صورت عرضه کردین؟ به صورت نوار، ویدیو، کتاب؟ ترانه هایی که نوشتم در همون اون زمان که من رفتم لس آنجلس استقبال خیلی خوبی ازم شد و مجله جوانان در لس آنجلس با من مصاحبه کردن، عکسم رو چاپ کردن، نوشتن. چون موقعی که من رفتم من آلبومی برای آقای ستار درست کرده بودم که شعر و آهنگای خیلی قشنگی اون تو بود و ایشون میخواستن که بخونن و من معرفی کردم به کمپانی که باشون کار میکردن. ولی خب مشکلات، میدونی مشکلات فینانشیالی همیشه وجود داره مالی و بله و باعث شد که من صرف نظر کردم و برگشتم تورنتو، ولی اون آهنگ ها هست، شعر ها هست و یعنی به هنرمند دیگه شما پیشنهاد ندادین اونا رو بخونن؟ اونا رو ندادم ولی چه کسانی کار شما رو اجرا کردن؟ کارای منو در اون زمان آقای محمد مقدم که آهنگساز بسیار خوبی هستن، بله، دو تا از شعرهای منو روش آهنگ ساختن. یکی هست به اسم قناری جون که خانم شیلا خوندن در آلبوم چشمان من و این آهنگ رو آقای بیژن مرتضوی تنظیم کردن و خودشون هم نواختن ویولن بسیار زیبا با صدای زیبای شیلا و خودتون هم صدای زیبایی دارین، هیچ بوده که ازش استفاده نکنی. دومیش آهنگ گل ناز هست، ترانه گل ناز هست در آلبوم گل ناز
که آقای شایان خوندن. حالا تشابه اسمی اون آقاست، شما خانم ایشون شایان آقای شایان خوندن، کار شایانی هستش به هر حال در اومده. بسیار زیباست، خیلی قشنگه. میگه من غرق تماشاتم وقتی که میرقصی، محو قد و بالاتم وقتی که میرقصی. بله بسیار زیبا هست. و این دوتا آهنگ ها بوده که در اون زمان، ولی الان که خودم دارم کار خودم پرودیوس میکنم، الان 4 آهنگ ضبطش کامل شده و دارم میذارم تو وبسایت خودم و همچنین در یوتیوب. پس به ما هم اطلاع بدین که ما هم از تلیزی برشم. 100% حتما. و این 4 یکیش انگلیسی هست، به زبان انگلیسی هست که ریتم لاتین داره و رقصای بسیار آهنگ تنده بسیار تنده و پر انرژی. پس به انگلیسی هم شعر گفتی؟ بله به انگلیسی هم شعر گفتم. اون یکی پرودیوس شده، یکی دیگه هم دارم پرودیوس میکنم به زبان انگلیسی. از کدوم بیشتر استقبال میشه از شما؟ بیشتر برای تهیه شدنش با شما همکاری میشه؟ از کدوم آهنگتون بیشتر؟ مثلا آهنگای انگلیسی یا فارسی؟ خب هنوز فکر من فارسی هست، هنوز ریلیزشون نکردم. بذارین ریلیز بشه اون وقت خودتون دارن تهیه میکنن که برای رو سی دی و یا گفتین یوتیوب، درسته؟ بله یوتیوب و وبسایت هم و میره تو اسپاتیفای. بعد کلا وقتی یوتیوب بخوان شما آهنگا کاراتونو ببینن، همون شایان بزنن، شایان صحت زاده، شایان صحت، همونجور که میگین مینویسین S E H A T Z A D H، شایان هم S-H-A-Y-A-N، شایان صحت زده بزنیم میاد بیرون. البته به انگلیسی بزنیم بهتره، چون به فارسی فکر نمی کنم در بیاد. بعدم 3 دیگه از اون آهنگ ها، از اون 4 که الان کاملا ریکوردش کامل شده، به فارسی هستش، برای هموطنهای عزیزم ساختم و اونم بسیار جالبه و مطمئن هستم که بسیار استقبال خواهند کرد. 100%. حالا برنامه ما به شما اینجا جایزه نمیدیم، ما تا عیدی میدیم. منم اکسایتد شدم خیلی. مرسی. خیلی ممنونم. مرسی. ممنون. بسیار. اولین دست خلاصه گرفت. ممنون از اینکه اومدی. بریم آهنگ بعدیش رو گوش کنیم. آهنگ بعدی آهنگ بعدی زوغ زده شدن. آخرین بار که عیدی گرفتی کی بود شاید؟ یادم نمیاد، به خدا هیچ کی به ما عیدی نداده. مرسی خیلی ممنون قزادیه. خواهش می‌کنم. ممنون از شما که اومدی عزیزم، توی موقعیت و توی این شرایط از راه دور به هر حال زحمت کشیدی، لطف کردی. سال خوبی براتون آرزو می‌کنم. امیدوارم که سال خیلی خوب و پرکاری باشه برات. مرسی. و ما را بی‌خبر نذار از آهنگات. 100%. آهنگ بعدی بهار دوباره. بهار دوباره. بله. اصلا فضای اینجا خیلی بهاری بود. من از بیرون که اومدم، خب شهر خیلی خاموش، ساکت، همه چیز روی بر مبنای قرنطینه وارد شدم. مثلا وقت فضای قشنگ، چه سفره زیبایی. باید سنت ها رو حفظ کرد. بسیار چیدمان قشنگی بود. تشکر از هر کس که زحمتش رو کشیده و آقای سلیم بنفشه عزیز از لا ویولوتا و کتی عزیزم از شیراز فلوریست که این گلای زیبایی گذاشته برامون. سانشاین دکور و سانشاین دکور هم که آقای فیاض از دوستان عزیز افغان ما هستن، کاراش بی نظیره. این بچه ها رو شما میتونید تو اینستاگرام و فیسبوک فالو کنید و کاراشون رو ببینید. خب بریم آهنگ بهار دوباره. بهار دوباره. بله. مرسی.